خانم ها آقایان سلام، به برنامه دیگر از مجموعه پرسش و پاسخ از لندن خوش آمدید. امیدوارم سلامت باشید. این برنامه هر جمعه در سایت bijanfarhoodi.com و همینطور شبکه های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آیدیا تیوی از طریق GLWiz پخش می شود. دوستانی که مایلند فایل‌های صوتی، تصویری یا نوشتاری در مورد مسائل روز برای ما ارسال دارند، میتونن از شماره واتساپ برنامه استفاده کنند. مهمان برنامه این جمعه 11 آذر 1401 محمود امیری مقدم هستند، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. درود بر شما آقای امیری مقدم در شهر اسلو. درود بر شما آقای فرهودی عزیز، خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادین و دعوت کردین که در برنامه‌تون شرکت کنم. خب جناب امیری مقدم، چون این نخستین حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن، ممنون میشم شمه کوتاهی از فعالیت‌های حرفه‌ای خودتون و همینطور سازمان حقوق بشر ایران برای مخاطبین بفرمایید. بله، ببین من شغل اصلیم در واقع من پزشکم و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه اسلو در زمینه مغز و اعصاب، ولی خب سال هاست که یعنی حدود 15 سال پیش من سازمان حقوق بشر ایران رو در واقع آغاز کردم همراه با یه سری مدافعان حقوق بشر در داخل ایران و میشه گفت که همراه با حرفه خودم این کار رو هم دنبال کردیم. سازمان حقوق بشر ایران اون موقعی که ما شروع کردیم در واقع تمرکز اصلی ما اعدام کودک مجرمان یا نوجوانان بود و بعد کم کم به تمامی موارد اعدام رسید. در واقع اون موقع حدود 15-16 سال پیش مسئله اعدام در مواردی توجه می گرفت که مثلا اعدام زندانی سیاسی باشه یا اعدام‌های خاص، در حالی که ما می دیدیم که به طور شاید روزمره، یعنی هر روز ما در ایران اعدام داشتیم که توجهی نمی گرفت و اکثر کسانی هم که اعدام می شدند اتهاماتشون جرائم عادی مثل قاچاق مواد مخدر یا هر جرم دیگه، جرائم غیر سیاسی بود و من فکر کنم اون موقع ما اولین نهادی بودیم که هر روز در مورد اینها می نوشتیم که هدف ما این بود که در واقع جامعه به طور کلی به اعدام توجه نشون بده به عنوان یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر. مثلا اگه شما مقایسه کنید در حالا کشور ژاپن یا آمریکا، ژاپن مثلا سالی 2 نفر اعدام میشن، آمریکا تو این 2-3 سال اخیر سالی مثلا 10-15 نفر اعدام شده و هر بار توجه میگیره. در جمهوری اسلامی به طور میانگین میشه گفت که روزانه 1 نفر اعدام میشه. اون موقع هم که ما شروع کردیم همین شکل بود، ولی واقعا توجهی نمی گرفت، نه تنها در رسانه های بین المللی بلکه حتی در رسانه های فارسی زبان هم به همین شکل بود. و اینکه خب حالا کسی که متهم به قاچاق مواد مخدر شده، هم حالا مواد مخدر یا قتل یا هر چیز دیگه، اولا اینکه خب اکثر این افراد خب ناشناس بودند، کمپینی نبود براشون و بعد هم شاید بخشای از جامعه فکر میکردن خب اگه اعدام نکنیم چه کار کنیم.
رفته رفته من فکر میکنم که حالا هم این کاری رو که ما شروع کردیم در اولین گزارش سالانه‌ای که منتشر کردیم سال، یعنی 14 سال پیش بود، 2008، کم کم من فکر میکنم که اعدام تبدیل شد در واقع به یک مسئله ای که فقط در موارد خاص بهش پرداخته نمیشد، و در سالهای اخیر هم دیدیم که اعدام های غیر سیاسی هم توجه زیادی میگیره، به خصوص اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یکی از ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکنه، بله. هرچند که اتهامات غیر سیاسی هستند ولی هدفشون سرکوب هست. خوشبختانه من فکر میکنم که جامعه هم توجه بیشتری به این مسئله داری میکنه در حال حاضر. در واقع ابکس ابزار حکومت برای اعمال قدرت و ترسوندن مردم، اینطور نیست؟ بله کاملا همینطوره، یعنی که اگه به زمان بندی اعدام ها نگاه کنیم میبینیم که مواقعی که حکومت بیم از اعتراض داره، یا به خصوص بعد از اعتراض ها، وقتی که میخواد اون دیوار ترسی رو که حالا مثلا در این اعتراضات شروع به ریختن کرده دوباره بسازه، آمار اعدام ها بالا میره. الان در این اعتراضاتی که ما شاهدش هستیم چند ماه هست، یعنی چندین ماه قبل از آغاز اعتراض ها حکومت انتظار یک اعتراض بزرگ رو داشت. از وقتی که بازنشستگان، معلمان شروع به اعتراض کردن در اردیبهشت ماه، ما میبینیم که روزانه 2 تا 3 نفر در ایران اعدام شدن، یعنی از اون روال عادی هم بالاتر. و الان هم وقتی اعتراضات شروع شده میبینیم که با این دادگاه های نمایشی دارن تهدید به اعدام میکنن و ما نگران این هستیم که اعدام معترضان رو شروع کنند. بله، حالا بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد آقای امیر مقدم. جنبش انقلابی مردم ایران علیه نظام سفاک جمهوری اسلامی وارد هفته 12 خودش میشه و با وجود تلاش شبانه روز نیروی سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در گوش و کنار کشور، پایانی برای این خیزش انقلابی در افق مشاهده نمیشه. تازه ترین شکل از ضدیت مردم با رژیم رو میتوان در ابراز شادمانی شهروندان در گوش و کنار ایران از باخت تیم فوتبال حکومت در برابر تیم ملی فوتبال آمریکا در مسابقات جام جهانی قطر و حذف ایران از جام جهانی دانست. شوربختانه یکی از شهروندانی که پس از باخت تیم حکومت از شادی بوق میزد، مهران سماک 27 ساله، به ضرب گلوله ماموران در بندر انزلی کشته شد. آقای امیر مقدم، میدونیم که رژیم سرمایه گذاری زیادی روی تیم فوتبال کرده بود، امید داشت با صعود تیم به دور دوم بیشتر توجه ها رو در داخل و خارج به فوتبال جام جهانی منعرف کنه و جنبش انقلابی رو تحت شعاع قرار بده که با شکست یکی چه تیم در برابر آمریکا و حذفش از جام جهانی قطر تیرش به سنگ خورد. واکنش شما چه بود به این موضوع؟ ببینید، خب ما دورانی رو داشتیم، یعنی سالها پیش، که در واقع برعکس بود، یعنی حکومت بیم داشت از هم تیم ملی هم کلن فوتبال که مردم در یک جا جمع بشن و مثلا داربی هایی هم که مثلا در تهران بود سعی میکردن تا اونجایی که ممکنه کنترل کنن. ولی برداشت من هم همینه، یعنی در این روزها وقتی که مردم تو خیابون ها دارن اعتراض میکنن و حکومت در واقع با شلیک مستقیم اونها رو هدف قرار داده، جمهوری اسلامی امیدوار بود که بتونه از این استفاده کنه، از در واقع حضور تیم جمهوری اسلامی در قطر و اینکه اعتراضات رو تحت شعاع قرار بده و به نفع خودش مصادره کنه، همونطور که خیلی از دیکتاتورهای دیگه هم این کارو کردن قبلا. مثلا در آرژانتین، جام جهانی آرژانتین اون موقع خب یک دیکتاتوری نظامی بود که تا اونجایی که میتونست استفاده کرد از
اینجا هم به همین نحو من فکر میکنم که چیزی که خب مردم ایران رو خیلی شاید دلخور کرد از بازیکنان ملاقاتشون با ابراهیم رئیسی بود، اینکه ما میدونیم که این بازیکنان درسته که شاید تحت فشار قرار داشتن اون موقع، ولی وقتی که شجاعت مردم رو تو خیابونان ببینیم یا ورزشکاران دیگه ای که هزینه پرداختند و تن ندادند به خواست نظام، اون موقع میدونیم که در این شرایط این امکان وجود داشت که به دیدن رئیسی نرن یا بله. اینکه اعتراضشون رو به نحوی نشون بدن. متاسفانه این کارو نکردن و من فکر میکنم که این باعث شد که شاید برای اولین بار حمایت مردم رو نداشتن به هیچ وجه، و همونطور که شما هم گفتین واقعا خیلی ها خوشحال بودن که خب این الان تموم میشه، دوباره توجه ها، یعنی حکومت نمیتونه مصادره کنه این قضیه رو، و این خوشحالی مردم پس از باخت تیم هم واقعا یک اتفاق تاریخیه. در واقع من فکر میکنم که هوشیاری مردم رو از یک طرف نشون میده و اون در واقع اون خشمی رو که از این حکومت دارن که هر روز داره بزرگتر میشه، حکومتی که کودکان رو میکشه، انتظارشون از کسانی که مردم رو نمایندگی میکنن چیز دیگه است. برای مردم من فکر میکنم الان این تیم در واقع یک تیم ملی نیست، تیمی که بهش به عنوان به بازیکنش به عنوان قهرمان نگاه میکردن نیست، چون که قهرمانان دیگه ای در ایران هستند، مرد و زنان جوان و پیر و از در گوش و کنار کشور، در بلوچستان، کردستان، شهرهای دیگه که تو خیابونها جلوی حکومت وای میستن برای حقوق بنیادینشون. و من فکر میکنم که این شاید درسی هم باشه برای این تیم، چون که با توجه کنیم که افرادی که خیلی شناخته شده هستند در واقع میشه گفت که تا حدی هم دست حکومت بسته است برای اینکه تا کجا میتونه پیش بره برای تحت فشار قرار دادنشون. و بازیکنان تیم فوتبال هم من فکر میکنم اونقدر شناخته شده هستند و اونقدر شاید طرفدار داشتند که میتونستن اعتراضشون رو به نحوی نشون بدن و متاسفانه این کارو نکردن. بله، ظاهرا میگویند یکی از کارهایی که حکومت میکنه از اینها چک های سفید میگیره، مبالغ خیلی هنگفتی، بعد میتونه بنویسه این چک رو در صورت که اینا برنگردن به ایران یا کاری بکنن که مورد تایید حکومت نباشه، فرض کنید خونهشون رو میتونن بیان مصادره کنن. و این یکی از میگن عوامل، یکی از دلایل ترس بازیکنان همینه که زندگیشون رو از دست بدن در ایران. بله من هم شنیدم، یعنی که و اصلا هم بعید نیست، یعنی از این حکومت در واقع اصلا بعید نیست که حالا حتی فشارهای بیشتر هم روی این بازیکنان بیاره. ولی خب میدونیم ما الان در شرایط قرار داریم که همه مردم دارن هزینه میپردازن. البته من باید اینو بگم که من در نروژ نشستم و جام امن هست و نمیتونم به مردم یا حتی به این بازیکن‌ها بگن چه کار کنند، ولی احساس مردم رو درک می‌کنم. بله، من فکر می‌کنم که خب هزینه هایی که در حال حاضر داده میشه خب خیلی بالاست. کسانی که میرن تو خیابون اعتراض می‌کنند واقعا نمی‌دونند که فردا برمیگردند یا نه، و من فکر می‌کنم که مردم اعتراضشون دیگه یک اعتراض شخصی نیست، همه می‌دونند که صحبت سر آینده ایران هست، اینکه نسل بعدی دیگه تحت این حاکمیت نباشه، و خب همه موظفیم در هر جا که هستیم اون کاری که دستمون برمیاد انجام بدیم. بسیار هم خوب. بپردازیم به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در کشورمون در این 2-3 ماهه که جنبش انقلابی شروع شده و هر روز هم بر وخامت اون افسوده میشه. آقای امیر مقدم، مقام های جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام برای معترضان و تایید برخی از این احکام
در دیوان عالی سخن میگویند. سازمان تحت مدیریت شما با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، خطر اعدام بعضی از معترضان در آینده نزدیک رو جدی تلقی کرده. از تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارن میخواد که برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش بکنن. فکر میکنید برای رژیمی که از روز نخست به قدرت رسیدنش کوچکترین اهمیتی برای جان انسانها قائل نبوده، متهمین رو در دادگاه‌های نمایشی بدون در نظر گرفتن استانداردهای حقوقی مورد قبول جامعه بین المللی، بدون دسترسی به وکیل، به اصطلاح محاکمه و محکوم کرده، در چه شرایطی ممکنه درخواست کشورها برای اجتناب از اعدام رو مورد قبول قرار بده به نظر شما؟ ببینیم، کاملا درسته که اولا که ما اسم اینا رو دادگاه نمیتونیم بذاریم، در واقع اینا دادگاه نمایشی هستند. حکومت تصمیم گرفته که اعدام کنه و تجربه این 43 سال هم نشون داده که اعدام در واقع مؤثرترین راه ایجاد ترس در بین مردم هست. این دادگاه ها هیچ وجاهت قانونی ندارند. ولی خب ما فکر میکنیم که بالا بردن هزینه سیاسی میتونه تاثیرگذار باشه. ببینید، ما به خوبی به خاطر داریم، یعنی اونایی که حالا سنشون، من 7 یا 8 سالم بود وقتی که انقلاب شد و سال 60 10 ساله بودم و یادمه که تظاهرات اون موقع تابستون سال 60 وقتی که تظاهرات میشد، آخرای شب یه سری تصویر تلویزیون نشون میداد، میگفت که اینا کسی هستن که دستگیر شدن و حکمشون اجرا شده، حتی اسم نداشتن، از خانواده ها میخواستن بیان تحویل بگیرن اجساد فرزندانشون رو، یعنی که علناً بدون هیچ گونه محاکمه افراد رو دستگیر میکردن و اعدام میکردن. افرادی که الان توی در جمهوری اسلامی قدرت دارن و در سمت‌های بالا نشستن همونا هستن، همونایی که این جنایات رو مرتکب اون موقع شدن. دلیل این که امروز این کار رو نمیتونن بکنن و مجبورند که حداقل به طور نمایشی نشون بدن که یک سیر، حالا یک روند قانونی وجود داره، همین هزینه بالای سیاسی است. یعنی که نه جامعه و نه جامعه جهانی تحمل نمی‌کنه اون رویکردی رو که اینها در مثلا 40 سال پیش داشتند. و من فکر کنم یعنی این نشون میده که خب حتی برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که هیچ عقیده‌ای نداره به حقوق بشر به طور کلی، هزینه سیاسی مهمه. هر چقدر این هزینه بالاتر بره، دست حکومت بسته‌تر میشه، چون که هنوز برای از دست دادن خیلی چیزها رو داره. به همین دلیل ما فکر میکنیم که فشار آوردن، حتی اعتراض، یعنی اعتراض مردم، اینکه این مسئله توجه زیادی بگیره، اینکه مردم اعتراضشون رو نسبت به اعدام ها نشون بدن و هشدار بدن که اعدام معترضان براش سنگین تموم خواهد شد، میتونه تاثیرگذار باشه. حالا جامعه جهانی هم جای خودشو داره. دلیل اینکه اینها اینترنت رو میبندن اینه که نمیخوان که جنایاتشون به بیرون برسه، که دنیا در واقع اینو ببینه و هزینه رو بالاتر ببره. و هم در من فکر میکنم که حتما تاثیرگذار هست. پس فکر میکنید این خیشتنداری که تا به حال از سوی رژیم در اجرای احکام اعدام شاهدش بودیم ناشی از این هم باشه که رژیم نگران واکنش مردم داخل، ترس از این داره که در صورت اعدام متهمین بر شدت خشم مردم به گونه غیر قابل کنترل افسوده بشه، به طوری که رژیم نتونه جلوی اونو بگیره؟ دقیقا همینطوره. یعنی که اینها این همه هزینه میکنن، سناریو میسازند، میان میگن که محاکمه از وکیل از اعتراف اجباری میگیرند،
اینکه یکی یکی اعلام میکنند که این حکم صادر شد، یا مثلا اژه‌ای که صحبت کرد که برخی از این احکام توسط دیوان عالی هم تایید شده، به خاطر اینکه نمیخوان که یه دفعه بیان و در واقع کارشون منجر به یک انفجار دیگه بشه. خشم مردم 100% یکی از فاکتورهایی است که اینها در نظر میگیرند. عکس العمل مردم به این اعدام ها رو برای همین دارن سعی میکنن زمینه سازی کنن. بعضی وقتا این در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم کمپین دروغ پردازی، مثلا وقتی که میگن که گروه های تروریستی مسلح بودن که تیراندازی کردن و اینا، این همه زمین سازی برای اینکه جنایت بیشتری بکنن ولی هزینه کمتری بپردازن برای این جنایتشون. آیا امیر مقدم، آیا هیچ کدوم از مقامات سازمان شما مثلا نشستن تماشا کنن جریان یکی از این محاکمات رو ببینن به چه شکل داره انجام میشه؟ میدونیم که در جمهوری اسلامی محاکمات به صورت غیر علنی، البته در ظاهر میگن علنیه، ولی حتی خانواده های متهمین رو راه نمیدن به داخل سالن برگزاری جلسات محاکمه و وکیل هم اجازه نمیدن اینا بگیرن و گاهی اوقات وکیل های تسخیری خودشون رو مأمور میکنن که اونها در واقع مأموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هستن و برای اونها کار میکنن نه برای متهم. ببین به طور کلی روند دادگاه انقلاب همیشه همینطور بوده، یعنی که اینطور نیست که، یعنی اینا میگن که علنی ولی به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی یه سری حالا خبرنگار خودشون رو میارن که قسمت هایی رو فیلم برداری کنند، حتی تمام حرف ها رو در واقع اگه دقت کرده باشین فقط یک سری کلیپ نشون میدن از اون چیزایی که حالا مورد پسند خودشون هست. و ما خب دنبال میکنیم از طریق همین اطلاعاتی که از خبرگزاری خودشون میرسه. حالا سازمان عفو بین الملل درخواست کرده بود که از نمایندگان کشورهای مختلف در سفارتخونه‌های مثلا کشورهای اروپایی هستند درخواست کنند که حضور داشته باشند در این دادگاه ها. و من فکر میکنم یه پیشنهاد خیلی خوب بود، چون که ما گفتیم که اگر روابط در واقع دیپلماتیک دارید باید حتما منفعتی هم برای مردم ایران داشته باشه و حضورشون در این دادگاه ها میتونه مهم باشه، ولی من بعید میدونم که چنین اجازه ای داده بشه، چون که همونطور شما هم گفتین اینها دادگاه های علنی نیستند، در واقع دادگاه هم نیستند، بیدادگاه هم در واقع بله این در دقیقا یعنی کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک ارگان سرکوب هست، ادامه همون شلیک های تو خیابون رو در اینجا ادامه میدن. آقای امیر مقدم، پرسشی که برای بسیاری از هموطنانمون مطرحه اینه که چطور متهمین به قتل ماموران سرکوبگر رژیم محاکمه و محکوم میشن، اما قاتلان بیش از 400 نفری که توسط نیروهای مسلح رژیم به قتل رسیدن از هر گونه محاکمه و مجازات در امان ماندن؟ بله خب این در واقع یکی از نتیجه گیری های عمده همین شورای حقوق بشر که اخیراً هم جلسه داشت این بود که هیچ گونه امکان پاسخگویی در این حکومت وجود نداره و هیچ وقت پاسخگو نبودن. ببینید حتی شلیک به هواپیمای مسافربری، حالا کشتن کسانی که خودشون هم میگن که خب این افراد کشته شدن، بعضیاشون رهگذر بودند، بعضیا معترض بودند، کلا در این سیستم ما پاسخگویی نداریم و مسئولیت قضایی دارند تمام کسانی که برای این حکومت دارن کار میکنند. ولی خب از اون طرف هم بگم که این محاکماتی که الان میکنن واقعا سناریوهایی که میسازن اینا هیچ گونه وجاهت قانونی نداره. درسته که میان فرض کنیم یک بسیجی که کشته شده میان در ازای اون مثلا در یکی از این پرونده ها 15 نفر رو متهم کردن به محاربه و افساد فلعرض، ازشون اعتراف میگیرن، اعتراف های جمهوری اسلامی هم میدونیم اعتراف زیر فشار میتونه تحت شکنجه باشه، تهدید باشه،
اونایی که سنشون کمتره حتی میتونم بگن که اگه این حرف رو بزنی مثلا تخفیف میگیری، و با هر در واقع شیوهی که خودشون بلدن میان این اعتراف ها رو میگیرن. برای این وجاهت قانونی نداره، ولی از جمهوری اسلامی واقعا بعید نیست، اصلا هیچ گونه پاسخگویی نیست، و به همین دلیل هم هست که جامعه جهانی تصمیم گرفته که یک گام برداره، یک گام عملی در راستای پاسخگو کردن مسئولان نظام به خاطر مشارکتشون در این جنایات. حالا بیشتر در رابطه با جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تصمیماتی گرفته صحبت خواهیم کرد. برامون از تازه ترین آمار کشته شدگان و مجروحین و بازداشتی های وقایع اخیر بفرمایید. ببین متاسفانه تعداد مجروحان و بازداشت شدگان خب اونقدر زیاد هست و ما واقعا امکان این رو نداریم که آمار دقیق داشته باشیم. میدونیم نهادهای مختلفی، ما خودمون هم مانیتور میکنیم، یعنی دنبال میکنیم، رصد میکنیم این اطلاعاتی که میرسه، ولی به هیچ وجه نزدیک به واقعیت نیست. در مورد کشته شدگان آخرین آماری که ما داشتیم 448 نفر بودند که این یک آمار حداقلی است. همونطور که گفتم به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، از یک طرف خب محدودیت های اینترنتی در بعضی شهرها که مثلا اعتراض شدید هست و اینها سرکوب شدید میکنند، گاهی وقتها حتی امکان تماس تلفنی هم نیست برای و اینترنت هم مسدود میشه یا با محدودیت های شدید مواجه میشه. یک محدودیت دیگه هم مسئله تهدید خانواده هاست. یعنی این رو ما موارد زیادی داریم، خانواده هایی که تهدید شدند که اگر اطلاع رسانی کنند همین بلا سر بچه های دیگرشون هم میاد. خانواده هایی که تهدید شدند که فقط به شرط این که گواهی فوتی رو با علت فوت دروغین امضا کنند اجازه دفن بهشون میدن. به همین دلیل ما میدونیم که در این شرایط آمار دقیق دادن خیلی سخته، ولی این آماری که ما میدیم در واقع یک حداقل هست و مواردی است که ما تونستیم حالا توسط دو منبع مستقل تایید کنیم، ولی خب حتی در اینجا هم میتونه ضریب خطا وجود داشته باشه به خاطر همین محدودیت هایی که گفتم. بله، جالب این که هر آماری که شما میدین در مورد فرض کنید همین تعداد کشته شدگان یا یک مورد خاص رو مثلا در موردش صحبت میکنید، خبرگزاری میزان زود میاد به سناریو نویسی برای این مورد قتل و مورد کشته شدن و میگوید که نه این کشته نشده، این نمیدونم از بلندی افتاده، خودشو کشته، خودکشی کرده و هزار و یک جور داستانهای مسخره که خبرگزاری میزان و مقامات قوه قضاییه مشغول ساختن اون سناریو هستن. در این مورد نظرتون چیه؟ بله ببینید، حتی تا چند وقت پیش میگفتن که از مردم کسی کشته نشده، فقط نیروی انتظامی و بسیج و اینا بودن که کشته دادن. ولی ببینید در واقع اینقدر جنایات اینا گسترده هست که دیگه نمیتونند اینو بپوشونند. که چند روز پیش یکیشون گفته بود از یک آمار 300 نفری اسپورده بود، بدون اینکه اشاره کنه به جزئیات که این 300 نفر چه کسانی بودند، کی اینا رو کشته، ولی این عدد رو گفت، اونم به خاطر اینکه دیگه ابعادش اینقدر گسترده است که نمیتونن بپوشونن. ولی خب خوشبختانه من فکر میکنم که ما الان در جایی قرار داریم که هم مردم و هم جامعه جهانی میدونند که این حکومت دروغ میگه، یعنی اعتباری حرفای اینا نداره، حتی خودشون هم اعتقاد ندارن به حرفایی که میزنند. ولی خب اینها تبلیغات هست، در واقع یک جنگ تبلیغاتی هست که حالا سعی میکنن برای کمتر کردن بعضی از حساسیت ها، یا اینکه نشون بدن بالاخره میدونن اگه کاملا سکوت کنن یا تایید کنن خب گام های بعدیشون مشکل خواهد بود، چون اینا برنامه دارن که اعدام کنن، برنامه دارن که سرکوب سختری بکنن و سعیشون رو میکنن که نهادهای حقوق بشری رو
در واقع کم اعتبار کنن، ولی خب خودشونش اعتبار دارن برای این کار. بله، یک مورد دیگر هم که باید بهش توجه کنیم، ناپدید شدگان در رابطه با وقایع اخیر، افرادی که مدتی ناپدیدن و بعد از مدتی اعلام میکنن که جسد اونها رو پیدا کردن. یکی دو موردش رو میخوام باهاتون در میان بذارم. مثلا جسد عاطفه نعامی، زن 37 ساله اهوازی که طی چند هفته گذشته در اعتراضات حضور داشت، بعد از 8 روز ناپدید شدن در خانهش جسدش پیدا شده. عاطفه پیش از کشته شدن فراخوان و شعارهای اعتراضی بین مردم در خیابانهای اهواز پخش میکرده، اینطور که منابع موثق گزارش میدن. مورد دیگه شیوا مفاخری، دبیر ریاضی در سنندج، که در اواخر آبان 1401 در سنندج بازداشت میشه و به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون خانوادش از سرنوشتش بیخبر هستند. آقای امیر مقدم، ظاهرا کسانی که ناپدید شدن بیشتر زنان خوش چهره هستند که تقریبا همشون پیش از مرگ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. در این مورد چه اطلاعات بیشتری توسط سازمان شما گردآوری شده؟ ببینید، در این موارد واقعا ما یعنی تا اون حد امکان نداشتیم که بتونیم در این موارد خاص تحقیق کنیم. به ما گزارش های زیادی میرسه، هم ناپدید شدن، هم اینکه مثلا گزارش های میرسه در مورد اینکه مجروحان رو به بیمارستان های خاص منتقل میکنند که بعد از چند روز اجسادشون رو تحویل میدند. اینکه در این بیمارستان ها چه اتفاقی میفته، آیا هیچ گونه مداوایی وجود داره؟ ما فکر میکنیم که اینطور نیست. ببینید، اینکه حالا در بازداشتگاه های حکومت چه میگذره، خب در این 40 سال روایت های زیادی وجود داره که خب اینا واقعا هیچ حد و مرزی ندارند. من فکر میکنم که باز هم این اتفاقات اینا همه باید ثبت شه و بعدها حالا یک روزی کسانی که در این جنایات شرکت داشتن باید پاسخگو باشن که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چون که فراموش که نخواهند شد. تمامی این اسامی، تمامی این موارد ثبت میشه، خانواده‌هاشون هستند، شاهدان دیگه هستند و من مطمئنم که پس از این حکومت در یک دادگاه عادلانه باید به تک تک این موارد پاسخ بدند. هم کسانی که در صدر هستند، خب بالاترین مسئولیت رو دارند، اونایی که صحبت از آتش به اختیار بودن این نیروها کردند، و هم خود این افراد، کسانی که در میدان در این جنایات شرکت می کنند. اینها جنایت علیه بشریت هست. ببینید، به طور سیستماتیک افراد رو سلب حیات میکنند، حالا تو خیابونا با شلیک مستقیم یا زیر شکنجه یا مسئله تجاوز که شما بهش اشاره کردید. اینا همه موارد جنایت علیه بشریت هست، جنایاتی که شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا عمر دارند میتونند مورد پاسخگویی قرار بگیرند و مطمئن باشند که این حکومت برای همیشه نخواهد موند. و اون موقع من فکر میکنم که میتونیم یعنی ابعاد خیلی بیشتری از این جنایات آشکار خواهد شد، چون یک قسمتی از پروسه عدالت هست اینکه ابعاد جنایات، ابعاد نقض حقوق بشر آشکار بشه. و امیدوار هستم حالا هر کسی که در این زمینه اطلاعاتی داره یا خودش ثبت کنه یا بفرسته برای نهادهای حقوق بشری دیگه برای روز عدالت. بله، اگه بخوام برای سازمان شما بفرستن ممکنه بفرمایید به چه آدرسی؟ بله، ببینید، ما در اکانت تویترمون IHRights میتونم حالا بعدم اونجا یک شماره داریم
که هم واتساپ هست، هم سیگنال هست، هم کانال تلگرام، یا اینکه مستقیما به سازمان حقوق بشر ایران اکانت های کلن شبکه های اجتماعیش، یا به من ایران اچ آر اکانت تویتری ما هست که بعد میتونیم بس کنیم که از طریق در واقع از طرق امن بتونن هم مدارک رو هم اطلاعات رو بفرستند. هرچند که خب دست ما تا حدی بسته است اینکه در این شرایط چقدر میتونیم تحقیق بیشتری بکنیم، ولی از تمام توانمون استفاده میکنیم و حتما این موارد رو ثبت میکنیم هم برای این هیئت حقیقت‌یابی که قرار تشکیل بشه و هم برای آینده در روزی که هیئت های حقیقت‌یاب در داخل کشور تشکیل بشن و به این موارد رسیدگی کنن. بله، خب روز سه‌شنبه فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی از برنامه ریزی برای محاکمه 10 کودک در دادگاه انقلاب کرج با اتهاماتی خبر داده بودند که میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. روز چهارشنبه هم خبرگزاری قوه قضاییه خبر از محاکمه 3 کودک 17 ساله با اتهام افساد فی الارض در کرج داد. آقای امیر مقدم، مگر بر اساس قوانین بین المللی افراد زیر 18 سال نباید در محاکم اختصاصی مربوط به اطفال مورد محاکمه قرار گیرند؟ پس این محاکمه که الان در جریان برای این کودکان، این دیگه جریانش چیه؟ کاملا همینطوره، هم باید در محاکم اختصاصی صورت بگیره و هم اینکه هیچ فرد زیر 18 سال نباید با اتهاماتی که منجر به مجازات مرگ یا حبس ابد میشه مواجه شه. یعنی که این هر دو غیر قانونیه. اینکه افساد فی الارض که مجازاتش مرگ هست کلا نباید برای افراد زیر 18 سال استفاده بشه. خب جمهوری اسلامی متاسفانه هیچ استانداردی رو قبول نمی کنه و برای خودشون البته تفسیر دارند. تعریف جمهوری اسلامی از کودک هم تا حدی متفاوت هست با تعاریف بین المللی. مثلا اینها از سال قمری استفاده می کنند، 15 سال و 9 سال رو به عنوان سن کیفری استفاده می کنند، در حالی که برای پاسپورت دادن یا گواهی رانندگی باز برمیگردن به 18 سال بین المللی. اونجایی که به نفعشون هست یک سری قوانین دیگر رو دنبال میکنند و متاسفانه این هم در واقع در زمره اون جنایاتی است که این حکومت داره مرتکب میشه و محاکمه و محکوم کردن کودکان به اعدام. این فقط در موارد سیاسی نیست. ببینید در 30 سال گذشته از بین کودک مجرمانی که در سراسر جهان اعدام شدند، بیش از 70% توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شد. در واقع یک حکومت 70% در سطح جهانی در 30 سال گذشته. در حال حاضر هم، یعنی در 10 سال گذشته، این آمار خیلی بالاتره. ایران یکی از، یعنی جمهوری اسلامی یکی از معدود حکومت هایی است که همچنان ادامه میده به محکوم کردن و اعدام کودکان. بله، متاسفانه. خب مهمترین موضوع حقوق بشری که در پیوند با جنبش انقلابی کنونی شاهدش بودیم، تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته در ژنو بود. شما هم در اون حضور داشتید، سخنرانی کردید. در اون قطعنامه در محکومیت نقض حقوق انسانی توسط جمهوری اسلامی و تشکیل کمیته حقیقتیاب در مورد سرکوب اعتراضات از 25 شهریور توسط، یعنی روز کشته شدن مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد صادر شد. واکنش آخوندها به این قطعنامه قابل پیش بینی بود و سخنگوی وزارت خارجه اون رو نتیجه مستقیم به کارگیری اطلاعات نادرست برای
پیشبرد اهداف ضد جمهوری اسلامی ایران توسط چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی توصیف کرد. آقای احمدی مقدم، برامون از اهمیت صدور این قطعنامه بفرمایید و تفاوت اون با قطعنامه‌های قبلی در رابطه با تعیین بازرس ویژه حقوق بشر چی هستش و این تعداد آرایی که بهش داده شد خیلی قابل توجهه، که چون خود جمهوری اسلامی فکر میکرد یه همچین تعدادی بیان و علیهش رأی بدن. در این مورد بیشتر برامون بفرمایید. بله، حالا این قطعنامه از خیلی موارد در واقع یک قطعنامه تاریخی بود. اگه به همین آرا برگردیم، ببین، برای اولین بار قطعنامه در شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی صادر میشه که کشورهای غیر غربی، یعنی کشورهایی که از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند، تعدادشون از کشورهای غربی بالاتر بود برای اولین بار. و این نشون میده که در واقع صدای مردم ایران به سراسر جهان رسیده و همه جهان رو تحت تاثیر قرار داده. کشورهایی که رأی منفی دادن فقط 6 تا بودن. این هم تاریخیه، چون که ما رأیگیری هایی که در شورای حقوق بشر هست برای مثلا تمدید مأموریت گزارشگر ویژه معمولا به این شکل که بیشتر کشورهای غربی هستند که رأی میدن مثبت بهش، و کشورهایی که رأی منفی میدن معمولا تعدادشون بالای 10 تاست. این دفعه فقط 6 تا بود و کشورهایی در واقع معلوم الحال که بعضیشون هم در داخل هم، مثلا در پاکستان که رأی منفی داد، یکی از کشورها بود، خیلی هم انتقاد شد بهش. و من خودم با بعضی روزنامه‌نگاران پاکستانی صحبت کردم که میگفتن که میتونستن در واقع رأی ندن، همونطور که خیلی کشورهای دیگه که معمولا رأی منفی به محکومیت جمهوری اسلامی میدن این دفعه رأی ندادن. خب این از رأی گیری که این خب دروغه که فقط کشورهای غربی بودن، کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین هم تعدادشون در واقع بیشتر بوده از کشورهای اروپایی. اثر خب این قطعنامه در واقع برای اولین بار فقط به محکوم کردن بسنده نکرد و یک گام عملی برداشت، یعنی همین هیئت حقیقت‌یاب که چین در آخرین لحظات قبل از رأی گیری یک پیشنهاد داد برای جلوگیری از این، که گفت که خب همش رو رأی بدیم، رأی مثبت بدیم به محکوم کردن و همینا، فقط هیئت حقیقت‌یابش رو برداریم، که خب اونم رأی نیاورد. یعنی این هیئت حقیقت‌یاب یک نکته خیلی مهم هست و تاریخیه، و این بیش از هر چیز برای سازمان ملل الزام آوره که یک بودجه بذاره برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب. هیئت حقیقت‌یاب حالا تعدادشون رو نمیدونم، ولی مثلا در این بر اساس این قطعنامه حالا یه چیزی حدود مثلا 15 تا 20 نفر رو اینا باید استخدام کنن، یک هیئت با یک سری پژوهشگر، یک سری کارشناس رو داشته باشن که به طور مدام روی مستندسازی جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه علیه معترضان و شده از اول، در واقع پس از قتل مهسا، اینا رو مستندسازی کنه که در گام بعدی از این بشه استفاده کرد برای محاکمه آمران و عاملان. این خیلی مهمه، چون ببینید کلن سازمان ملل ابزار زیادی نداره برای پاسخگو کردن حکومت ها. معمولا همه چیز از طریق شورای امنیت عبور میکنه. شورای امنیت هم به خاطر ترکیبی که داره و حق وتو یک سری کشورها مثل روسیه، مثل چین، اصلا امکان پذیر نیست که ما چنین چیزی رو از طریق شورای امنیت به پیش ببریم. اینکه شورای حقوق بشر چنین گامی رو برداشته و یک نشست ویژه برگزار کرده، این واقعا یک پیروزی بزرگی برای مردم ایران، و واقعا هم در واقع دلیل این پیروزی هم شجاعت مردم هست که هفته های زیادی رو با وجود شلیک مستقیم، با وجود اون ریسکی رو که
داشته تو خیابون اومدن از حقوق بنیادینشون دفاع کردن و قبل از هر چیز افکار عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار دادن، که اونم باعث شد که دولت‌هاشون مجبور شن یک گام عملی بردارن. بله. و این من فکر میکنم که اگه بخوایم مقایسه کنیم، ما یک مکانیزم مشابه سال 2011 میلادی وقتی که بشار اسد با کمک سپاه قدس و نیروی هوایی روسیه به کشتار مردم دست زد، یعنی قبل از داعش و همینها، اون موقع مشخص شد که سازمان ملل نمیتونه به خاطر شورای امنیت و حق وتو کاری بکنه. و این 5 سال بعد از اون یک مکانیزمی، یک سازوکاری که مشابه به همینی هست که الان در مورد ایران هست برپا شد. و به خاطر اون سازوکار در حال حاضر تا اونجایی که من میدونم 2 نفر از کسانی که با حکومت اسد همکاری کردن در کشور آلمان دارن محاکمه میشن. یعنی پیامد این هیئت تحقیقاتیاب میتونه این باشه که کسانی که در این جنایات دست داشتن، مشارکت داشتن، اگر از کشور خارج شن بنا به خواست سازمان ملل میتونن در یکی از کشورها محاکمه شن. و این یه دستاورد خیلی بزرگه. یعنی میفرمایید کسانی که براشون کیفرخواست صادر میشه در صورت ترک ایران و هر کشوری برن، حتی کشورهای خاطی، یعنی مثلا روسیه و چین هم برن، اونجا میتونن دستگیرشون کنن و محاکمهشون کنن؟ البته این به کشور هم ربط داره. یعنی اگه اون کشور نخواد، یعنی من فکر نمی کنم که اگه مثلا از مقامات نظام به کشور روسیه برن این اتفاق بیفته، چون که بالاخره یک سیستم سیاسیه. ولی کشورهای دیگه، چون ببینید مثلا در مورد دادگاه حمید نوری یک تعداد معدودی کشور این صلاحیت رو داشتند که اون فرد رو محاکمه کنند. در این مورد اینطور نیست، یعنی که در واقع سازمان ملل میتونه از اون کشور بخواد، حالا اون کشور اگه جواب مثبت بده یا میتونه محاکمه کنه بدون اینکه مسئله صلاحیت قضایی و اینکه چه کنوانسیونی رو امضا کردن و چه قوانینی دارند مطرح باشه. یعنی تعداد کشورهایی که میتونن محاکمه کنن خیلی بیشتر از مثلا موارد مثل مورد مثلا حمید نوریه. مثلا خود خامنه ای هم میتونن محاکمه کنن و نگن که مثلا مسئولیت نمیدونم دیپلماتیک داره، این رهبر کشوره. پس خامنه ای هم یعنی آسیب پذیر خواهد بود در این زمینه. آره، حالا آره، این مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو البته نمیدونم خامنه ای مسئولیت دیپلماتیک داره یا نه بر اساس قانون، احتمالاً چون که خب در واقع سمت اون مثلا معمر قذافی نداشت، چون که یک سمت قانونی نداشت توی اون کشور، رهبر بود. ولی خب یعنی این خب دور از واقعیت هست که حالا خامنه ای سفر کنه به جایی، یا مثلا ابراهیم رئیسی. من فکر میکنم مسئولیت دیپلماتیک شاید اجازه نده که دستگیر شه. ولی افرادی که مثلا اعضای سپاه پاسداران، کسانی که خب خیلی از اینا مسافرت میکنند به کشورهای دیگه، اونا در صورت اینکه در این هیئت حقیقت یا مدارکی وجود داشته باشه که مشارکت داشتن، میتونن محکم بشن. بله، البته اینا میدونین که انواع و اقسام پاسپورت دارن، کشورهای مختلف رو دارن و با اسامی جعلی مسافرت میکنن، یعنی چیز تازه ای نیست. آره، میتونه بشه، میتونه اینجور بشه. ولی خب کلا یعنی در واقع محتوای این قطعنامه به خاطر گام‌های عملی که امکان پذیر هست خیلی مهمه. بله، اینکه یک امکانی رو فراهم میکنه که قبلا وجود نداشت در چارچوب حالا کلا ایران و جامعه جهانی. و این خب میدونید هزینه رو بالاتر میبره. شما فکر کنید کسانی که توی خیابونا هستن، یعنی کسانی که در میدان دست دارن در این جنایات، اینا باید فکر کنند که و
در واقع بر اساس مدارکی که موجود است اینها تا عمر دارن میتونن محاکمه شن در هر کشور دیگه دنیا، و این خب واقعا امیدوار هستم که برخی به این فکر کنن، چون که قبلا اشاره کردیم به دهه 60 واقعا اینا فکر میکردن که هر جنایتی رو که بخوان میتونن انجام بدن و هیچ اتفاقی نمیفته. الان دوران تغییر کرده و الان به وضوح میبینن که جامعه جهانی هم دیگه چشاشو نه تنها نمیبنده، بلکه حاضره که گامهای عملی برداره برای پاسخگویی، بله. و من امیدوار هستم که این تاثیر بذاره. آقای امیر معلم، میشه برامون یک تصویری ترسیم کنید از چگونگی شکلگیری این هیئت حقیقت، یا در چه بازه زمانی این کار انجام میشه و چه دوره یا اینها کاور میکنن؟ یعنی از 25 شهریور تا کی این جنبش انقلابی که فعلا ادامه داره، این تا کی این هیئت حقیقت، یا تا چه زمانی مسئولیت بررسی نقض موارد نقض حقوق بشر رو داره، و فکر میکنید واقعا به این کمیته اجازه سفر به ایران داده بشه، جمهوری اسلامی بذاره اینا وارد بشن به کشور؟ خب ببینید، در واقع این مسئله در واقع یک هیئت حقیقت یاب و یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی رو ما بلافاصله پس از سرکوب خونین آبان 98 مطرح کردیم، هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، و متاسفانه اون موقع جواب مثبت نگرفتیم. این دفعه مطرح کردیم، خواست ما در وهله اول این بود که یک هیئت در واقع یک سازوکار پاسخگویی و تحقیق برای تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شه، یعنی از بهمن 57 تا کنون، که خب میدونید برای اینکه یک پیشنهاد مطرح شه کشورهایی که این پیشنهاد رو مطرح میکنن اول میبینند که آیا این رأی میاره یا نه. نتیجهش به اینجا رسید که این سازوکار فعلا در مورد اعتراضات کنونی باشه، یعنی از قتل مهسا به بعد، و در حال حاضر به این شکل هست که حدود یک سال و نیم دیگه دوباره رأی گیری باید بشه برای تمدید این هیئت، در واقع مأموریت این هیئت حقیقت یاب. یعنی این در واقع یک هم محدودیت زمانی داره و باید تمدید شه به جلو، و هم اینکه فقط محدود هست به اعتراضات کنونی. اینا خب مواردی که واقعا نمیشد کاریش کرد، چون که برای رأی، یعنی مهمتر بود کشورهایی که اینو مطرح کردن که این پیشنهاد رأی بیاره و حداقل یک سازوکار آغاز شه، چون بعدا میشه اینو شاید گسترده تر کرد هیته ماموریتش رو. حالا اتفاقاتی که الان باید بیفته اینه که در روزها و حالا هفته های آینده ترکیب این هیئت حقیقت یاب، این که چه کسی رئیس این هیئت باشه، باید مشخص شه، و اینها باید هر چه سریعتر شروع به کار کنند. هیچ کس انتظار نداشت، یعنی و ندارم که جمهوری اسلامی با چنین هیئتی همکاری کنه، چون که الان 11 سال هست ما یک گزارشگر ویژه حقوق بشر داریم که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کشور رو بهش نداده، ولی خب بر اساس اطلاعاتی که میرسه، بر اساس کارهای تحقیقاتی که میکنند، خب مثلا همین گزارشگر ویژه قادر بوده گزارش هایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، به مجمع عمومی بده سالی دوبار. حالا این هیئت حقیقت یاب امکاناتش خیلی بیشتر از گزارشگر ویژه است، یعنی مثلا تعداد افرادی که شبانه روزی
روی موارد نقض حقوق بشر و مستندسازی اون کار میکنن بیشتر کارشناس های بیشتری داره و اینا میتونن از شیوه های مختلف از حالا داده هایی که نهادهای حقوق بشری دارند، مصاحبه با شاهدان عینی، سفر، حالا احتیاج هم نیست حتما به ایران، به کشورهای همسایه، راههای مختلفی دارند که بتونن جمع آوری کنند موارد نقض حقوق بشر رو. و اینجا خب خیلی مهمه که مردم همکاری کنند وقتی که این هیئت تشکیل شد و راههای همکاری مشخص شد، همکاری کنند، چون که اون موقع چیزی که مهم هست اینه که ما وقتی که مستندات رو جمع آوری میکنید باید به چه چیزهایی دقت کنیم، یعنی طوری جمع آوری کنیم که توسط این هیئت حقیقت یاب قابل استفاده باشه. بله، این اطلاعات خب بعداً هم اعلام میشه که به طور وسیع به همه مردم برسه که چه اطلاعاتی ضروری است برای اینکه مثلا موارد نقض حقوق بشر رو بتونن مستندسازی کنن. از طرف دیگه یک قسمت مهم دیگه ماموریتشون اینه که فقط به نقض حقوق بشر نمیپردازه، بلکه به ناقضین حقوق بشر هم میپردازه. یعنی اطلاعات در مورد کسانی که شرکت دارن در این جنایت ها، اینها رو هم جمع آوری میکنه و در این مورد هم باز هم یعنی نوع اطلاعاتی که میخوان بعدن که اعلام کردن، من امیدوارم که در سطح خیلی وسیع به مردم برسه که بدونن چه اطلاعاتی مهم هست که اینا بتونن ازش استفاده کنن. حالا مثلا فرض کنید آقای اژه‌ای سفر کنه به خارج، رئیس قوه قضاییه، آیا این هیئت حقیقت یا فرض کنید میتونه از مقامات اون کشوری که اژه‌ای رفته به سفر به اونجا بخواد که اژه‌ای رو دستگیرش کنن بیارنش و تحویل بدن، یا اینکه میتونه مثلا ازشون بخواد که برای سوال کردن از اژه‌ای او رو مثلا تحت الحفظ یا هر جوری اینو مثلا در برابر این هیئت حقیقت یا قرار بدن که این بتونه به سوالاتشون پاسخ بده؟ ببینید خب اینا همه بستگی داره به نتیجه گیری این هیئت حقیقت یا وقتی که این هیئت حقیقت یا قرار تا اونجایی که میدونم دو یا چند گزارش هم به سازمان ملل، به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی بده و اگه نتیجه گیریشون این باشه که جنایت علیه بشریت صورت گرفته، یعنی جنایات بسیار جدی صورت گرفته، میتونن، یعنی میتونن از هر کشوری که اژه‌ای بهش سفر میکنه بخوان که اینو تحویل بده. حالا بعد برمیگرده به اون کشور دیگه، چون سازمان ملل نمیتونه مجبور کنه، یعنی این امکان رو نداره، ولی خب کشورهایی که به طور خاص این قطعنامه رو ازش حمایت کردن که خب تعدادشون هم زیاد هست، در اون کشورها میشه انتظار داشت که اون کشور هم همکاری کنه، چون دلیلی که رأی دادن در واقع اینا آگاهانه این به این قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی که میخوان یک پروسه پاسخگویی وجود داشته باشه. فکر نمی‌کنید اگر سفر مثلا اژه‌ای به یک کشور دموکراتیک باشه مثل آلمان، اگه یادتون باشه چند سال پیش شاهرودی سفر کرد به آلمان برای معالجه و اینا در اون کلینیک دکتر سمیعی و وقتی ایرانی ها اینو فهمیدن و اطلاع دادن شاهرودی فرار کرد، برگشت به ایران سریع. اگر فرض کنید اژه‌ای هم برای معالجه بخواد به آلمان یا یک کشور دموکراتیک اروپایی اینا بره، فکر میکنید این کشورها ممکنه دستگیرش کنن؟ من فکر میکنم که در شرایط کنونی امکانش خیلی بیشتر از قبل هست، یعنی که قبلا خب خیلی از این کشورها در واقع سعی میکردن که تو این شرایط اصلا در واقع نیفتن که بله. مجبورشن، بله، یعنی امیدشون این بود که فرد یا به اون کشور نیاد یا سریع برگرده، ولی در حال حاضر من فکر میکنم که شرایط خیلی فرق کرده، یعنی هم شرایط سیاسی هم افکار عمومی کشور خودشون اجازه دیگه نمیدن. وقتی که کشوری از یک سازوکاری با این شکل، مثلا شما کشور آلمان، خب خودش یکی از پیشنهادندگان این قطعنامه است، یعنی متنش رو آلمان و ایسلند تنظیم کردند،
خب این کشورها شاید بیش از هر کشور دیگه موظفند همکاری کنند با این سازوکار. بله. آیا در این هیئت حقیقت یا پیچ ایرانی تبار وجود خواهد داشت؟ فرض کنید خود شما ممکنه مثلا عضوش باشید؟ نه، تا اونجایی که من میدونم یکی از شرایط اینه که کسانی که در این هیئت هستند ایرانی نباشند، بله. برای اینکه اون چون که این در واقع باید یک هیئت بی‌طرف باشه که هیچ کدوم از افرادی که به طور مستقیم حالا یا غیر مستقیم به ایران وابستگی دارند نمیتونن عضو این باشن. این اطلاعاتی که البته میدونی هنوز به طور مکتوب همه اینا منتشر نشده، ولی این اطلاعاتی که ما داریم که مثلا وقتی که میخوان اعضای این هیئت رو همین در همین هفته ها تعیین کنند ایرانی نباید باشه. بله، اگر توجه داشته باشید در مورد بازرس ویژه همیشه سعی بر این بوده که بازرس ویژه مرد باشه و از کشورهای اسلامی هم انتخاب میکرد. البته خب قبلا کاپیتورن کانادایی اون غیر اسلامی بود، ولی بعد از یه دوره سعی کردن که همیشه یک مرد باشه، اسلامی هم باشه. فکر میکنید چه کسی رو برای این ریاست این هیئت انتخاب بکنن این بار؟ البته ببین خانم آسما جانگیرم شد دیگه. بله، خانم آسما جان. اونم بله. ببین اینا ملاحظات سیاسی است، یعنی که مثلا هیچ قانونی نیست که بگه که مثلا گزارشگر ویژه حتما مرد باشه، ولی ملاحظات سیاسی از این جهت که مثلا فکر میکنن که خب چه کسی میتونه امکان بیشتری داشته باشه برای اینکه این کار رو بهتر پیش ببره. در مورد گزارشگر ویژه اینا همچنان امیدوار بودن که جمهوری اسلامی حالا یه روز همکاری کنه، اجازه ورود رو بهش بدن، برای همین سعی میکردن که مثلا افرادی رو انتخاب کنن که مستقیما مثلا که حالا یک پیشینه مسلمونی داشته باشن. در این مورد حالا ملاحظات سیاسی که میشه، من فکر میکنم که خب سعی میکنن که از کشورهایی باشه که به طور مستقیم مثلا حالا آمریکایی یا اسرائیلی مثلا نباشه، قانونی نیست که اینو بگه، ولی این احتمالا ملاحظاتی است که خواهند کرد. ولی واقعا نمیدونم، چون که الان چند تا مسئله مطرح هست. یکی این که رئیس، یعنی که در واقع نماد این هیئت حقیقت یا چه کسی باید باشه، خب خیلی مهمه که بتونه هم قدرت سخنرانی و کامیونیکیشنش خوب باشه، هم با رسانه ها هم در کلن اجلاس بین المللی، و هم توان دیپلماتیک داشته باشه. ولی خب اعضای دیگرش، کسانی که مستقیما روی مستندسازی کار میکنند، خب اون تجربه و در واقع قسمت حرفه‌ایش مهم است براشون. ولی همونطور که گفتم از لحاظ در واقع قانونی فکر کنم تنها محدودیت اینه که نباید به ایران مستقیما یا غیر مستقیم وابستگی داشته باشه. بله، خب نکته دیگری هست در مورد این هیئت حقیقت یا که بخوایم بهش اشاره کنید آیه امیر بهادر؟ نه، من فقط همین که وقتی که میدونین ما فقط باید به خاطر داشته باشیم که این هیئت حقیقت یا قرار نیست که حکومت رو تغییر بده، حکومت رو همچنان مردم ایران باید تغییر بدن. این یک گام مهم هست که امیدوارم تا اونجایی که ممکنه مردم در ایران، نهادهای مدنی هم حالا داخل و خارج کشور بیشتر همکاری کنن باهاش تا اونجایی که ممکنه، که این گام رو بتونیم بهتر پیش ببریم. ولی خب میدونیم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این هیئت بیاد مثلا سال دیگه خامنه ای رو محاکمه کنه، چون در واقع در توانش نیست. انتظار واقع گرایانه داشته باشیم و باش همکاری کنیم. بله، خب بپردازیم به پرسش هایی که از کاربران دریافت کردیم برای طرح در برنامه. ازتون خواهش میکنم به اختصار پاسخ بدید. دوستی به نام ساتراب
نوشته چرا غرب در برابر خشونت اوریان و راه انداختن جنگ واقعی رژیم با ادوات نظامی نیمه سنگین مانند کردستان و نیزار ماهشهر با مردم غیر مسلح و بیدفاع واکنش جدی نشان نمیدهد. بله ببینیم، به طور کلی اینو باید به خاطر داشته باشیم که مسئله حقوق بشر ایران اولویت اصلی غرب نیست. این کشورها منافع ملی خودشون رو نگاه میکنن، ولی در حال حاضر یک گام جدی برداشتن، در واقع جدی تر این گامی که میتونستن بردارن در حال حاضر برداشتن، و این به خاطر همین اطلاع رسانی های مردم ایران، شجاعت هاشون هست، و طوری که افکار عمومی این کشورها دولتاشون رو مجبور کردن که واکنش نشون بدن. ولی خب معمولا اکثر کشورها منافع ملی خودشون رو نگاه میکنن. بله، کاربری به نام میگون بانو پرسیده حقیقتیاب واسه چی؟ واقعا از این شفافتر؟ یعنی این همه مردم دارن میگن دروغه؟ چند نفر دیگه باید پرپر بشن تا حقوق بشر باور کنه؟ کلی مدرک و سند و فیلم هست. امیدوارم دو روز دیگه پشت نظام در نیان و نظام تروریست اونا رو هم با پول متقاعد نکنه. خب همه در واقع پروسه های دادخواهی یا حتی دادگاه ها نیاز دارن به در واقع یک پروسه است. مثلا فرض کن حتی وقتی که یک قتل صورت میگیره یک محاکمه میشه، با وجود اینکه فرض کن یک فیلم از این قتل وجود داره، بازم محاکمه هست، بازم صحبت با شاهد هست، و این پروسه خب یک روال قانونی داره که باید سیر بشه. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه با پول یا هر چیز دیگه اینها رو، این هیئت رو بخره، ولی خب خیلی مهم هست که ما همچنان در واقع فشارمون رو روی جامعه جهانی بالا نگه داریم، هم از داخل کشور هم از خارج، و اطلاع رسانی کنیم. ولی خب میدونیم هر محاکمه عادلانه، ما یک محاکمه عادلانه میخوایم، یک پروسه لازم داره، و این پروسه شامل همین هیئت حقیقتیاب میشه، صحبت کردن با شاهدان میشه، و این قسمتی از عدالت هست. عدالت فقط به معنای محاکمه و مجازات ناقض حقوق بشر نیست، همین گوش کردن به حرفهای اون کسی که حقش نقض شده و خانوادهش، این هم قسمتی از عدالته. این که به رسمیت بشناسیم اون دردی رو که اونها مجبور به تحملش شدن، این هم قسمتی از عدالت. کاربری به نام پرناز نوشته چه کارهایی میتونه کمک کنه تا بتونیم بیشتر خشونت جمهوری اسلامی رو ثابت کنیم و نهایتاً بعد از اثبات نقض حقوق بشر این سازمان چه کارهای اجرایی میتونه انجام بده و چه عواقبی در انتظار جمهوری اسلامی هست؟ بله همونطور که گفتیم مستندسازی تا اونجایی که ممکنه. ببینید مثلا فرض کنیم شما یک اتفاقی میفته، کسی شلیک میکنه، مکان اینکه دقیقاً کجا، زمان مشخص، چه کسی بود، اسم فامیل، هر چقدر اطلاعات موجود هست، چه کسی شلیک کرد یا چه نهادی اگر حالا اسمشون نداریم، اینا همه خیلی مهم هست. تصویر، ویدیو خیلی مهم هست، شاهدان دیگه که حضور داشتند اگه امکان صحبت کردن رو داشته باشن، یه اطلاع رسانی خیلی مهم هست، و همه اینا جمع آوری میشه، و در واقع این میتونه اولین گام باشه در راستای محاکمه افراد و نهادهایی که شرکت داشتن در این مسئله. بله، فریاد پرسیده مطمئناً این حکومت اطلاعات درست با آنها ارائه نخواهد کرد، چه ابزارهایی برای یافتن واقعیات خواهند داشت؟ چگونه با مردم کف خیابان ارتباط برقرار خواهند کرد؟ و دقیقاً، و اینا هم انتظار ندارن که حکومت باشون همکاری کنه. من فکر میکنم که حالا وقتی که این هیئت مشخص شد، راه‌های تماس رو اعلام میکنند و ما هم به طور وسیع میتونیم کمک کنیم، یعنی هممون باید کمک کنیم که این به همه برسه.
به مردم کف خیابون که مستقیما بتونن خودشون تماس برقرار کنن. بله. مهران میگوید لطفاً بپرسید به نظر شخصی ایشان از جایگاه یک فرد حقیقی نه حقوقی، آیا خامنه ای را یک قاتل جنایتکار و کلیت سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی میداند یا خیر؟ پاسخ بله یا خیر به این سوال نشان میدهد آیا آن سازمان حقوق بشر و کمیته مذکور منفعتی برای مردم ایران خواهند داشت یا خیر؟ ببینید، خامنه ای به عنوان رهبر نظام که تمام اختیارات رو داره، بالاترین مسئولیت رو داره در تمام جنایاتی که در جمهوری، در واقع در حکومت ایشون صورت میگیره. یعنی که بله، خامنه ای مسئول اول همه این جنایات هست و سپاه پاسداران هم به عنوان در واقع بازوی نظامی و بازوی سرکوب مسئول این جنایات هست و به نظر من شخصا هم خامنه ای و هم سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد جنایتکارند. کاربری به نام اخبار ناگفته با اشاره به سوال مهران نوشته سوال بسیار خوب و هوشمندانه ایه آقای بیژن. مردم نیاز دارن که خیلی صریح بدونن کی گوسفنده و کی گرگه در لباس گوسفند. من متوجه نشدم، ولی شما میتونید توضیح بدین؟ یعنی میخوام مطمئن بشن که فرض کنید این کمیته حقیقت یاب نیاد خودشو در ظاهر طرفدار مردم ایران جا بزنه ولی در باطن با گرگا یعنی با خامنه ای و باندش همکاری کنید. نه خب، من فکر نمی کنم اینطور باشه، چون که بالاخره جامعه جهانی، من میدونی درک میکنم مردم رو، این عدم اعتمادی دارن کلن به هم از یک طرف حکومت ها و هم کلن سازوکارهای بین المللی بعد از 43 سال که خیلی وقتها دنیا چشمشو روی جنایات جمهوری اسلامی بسته، حق میدم مردم اعتماد نداشته باشن، ولی ما واقعا امیدوار هستیم که اینطور نباشه. ولی همیشه باید بیدار باشیم، یعنی اگر ببینیم که چنین اتفاقی میفته باید صدامون رو بالا ببریم و ازشون سوال، یعنی پاسخگویی بخوایم ازشون. کاربری نام بانو سیما پرسیده خواهش میکنم در مورد آزادی توماج صالحی که اسم محارب روش گذاشتن چه اقدامی خواهد شد؟ این فرزند پاک و هنرمند مردمی و توانا. بله، واقعا ما هم شدیدا نگران توماج صالحی هستیم. در این بیانیه که منتشر کردیم، افرادی که اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل ارز علیهشون مطرح شده رو عنوان کردیم از جمله توماج و 25 نفر دیگه در حال حاضر، و باید تلاش کنیم برای آزادی همه اینها، یعنی هر کسی هر از هر طریقی که میتونه، همین اسم بردن، کارزارهای شبکه اجتماعی، توی خیابون ها اسمشون رو ببرین، چون اسم بردن ازشون در واقع میتونه تا حدی کمک کنه. بله. نکته دیگری هست بخواین اضافه کنیم به گفتگومون آقای امیر مقدم؟ من فقط هم یعنی پافشاری، یعنی تاکید من اینه که ما هستیم، مردم ایران هستیم که باید شرایط رو تغییر بدیم. حالا دنیا بعضی وقتا به کمکمون میاد، ولی تعیین کننده خود ما هستیم، به خصوص مردمی که در داخل کشور هستن. اونایی که خارج هستن باید از هر راهی که میتونن مردم داخل رو کمک کنند، صداشون باشند، و من مطمئنم که یه روز پیروز خواهیم شد. با سپاس از امیری مقدم عزیز برای شرکت در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. خیلی متشکرم از شما که این امکان رو دادید. و سپاسگزارم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که از طریق وبسایت bijanfarhoodi.com و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر و آیدیا تیوی این برنامه ها رو
دنبال میکنید. در یوتیوب هم میتونید مشترک صفحه بیژن فرهودی شوید تا هر ویدیویی رو که پست میکنیم بلافاصله از اون باخبر بشید و جزو نخستین تماشاگرانش باشید. دوستانی که میخواهند فایل صوتی، تصویری یا نوشتاری برای ما ارسال دارند میتونند از شماره واتساپ برنامه که روی صفحه ملاحظه میکنید استفاده کنند. هفته آینده جمعه 18 آذر با همراهی فرهاد رضایی تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوز کانادا به بررسی تازه ترین تحولات جنبش انقلابی در کشورمان خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزومندم. ایام میکنم.